خب درود ویژه دارم خدمت همه دوستان، منتظریم که برنامه زنده باز بشه. بله زنده. صداها الان صدا خوبه دوستان؟ اوکی سلام علیکم. طریق تلگرام هم ها میایم داخل. بسیار عالی، از طریق تلگرام هم. دوستان دمتون گرم، برنامه مهمیه این برنامه و مسائل مهمی هم قراره مطرح بشه در مورد آقای احمد مسعود. دوباره برنامه ای داریم. مرسی دوستان، تعداد بالاتر بشه که برنامه رو شروع کنیم. مرسی. صدا چرا داره؟ خیلی خوب، صدا رو قطع کردیم. ممنون. من اینجا کامنت های شما عزیزانم میبینم. دوستان لایک و اینا یادشون نره، برنامه مهمیه دیگه، میخواییم یه خورده اینقدر هم جمعش کنیم. ببینم که یک بی‌بصیرتی گسترده‌ای رخ داده و یه سری. خب دوستان همه میتونن، بعد هر کی اومد تو یوتیوب میتونه از اول بزنه عقب گوش کنه. برنامه رو آغاز میکنم. در تلگرام هم میبینم که دوستان دارن ورود میکنن. دوست دارم تعداد بیشتری باشیم تا آغاز کنم، ولی همین تعدادم الان کفایت میکنه برای آغاز برنامه. و درود میفرستم به همه دوستان. ببخشید یه خورده دیرتر شد، گفتم قرار بود که ما ساعت 9 و نیم شب ایران آغاز کنیم، الان نزدیک 10 و نیمه. بابت برنامه هفتگی که اجرا کردم خیلی خسته شدم و این برنامه بعد با یک انرژی مضاعف می اومدم و میخواستم بندازم فردا برنامه رو اجرا کنم، منتها چون قول داده بودم و اینکه گفتم هرچه سریعتر این برنامه هم ساخته بشه تا دوستان بدونن. حتی قبلا یکی دو بار برنامه ساخته بودیم، این برنامه خود با سند بیشتری میخوام صحبت کنیم. من از یوتیوب خود آقای برنالوی ویدیویی رو پیدا کردم که یک سند بسیار روشنی است. دیدم در فضای سیاسی یک فردی به نام آقای جعفریان که قبلا گویا در افغانستان بودن، الانم بسیار مورد علاقه بی بی سی هستن، دعوتشون میکنن، حرفایی میزنن در مورد آقای احمد مسعود. ما در مورد آقای احمد مسعود میخوایم حرفایی رو امشب بزنیم. این جناب احمد مسعود پسر احمد شاه مسعوده. از همین تصویر شما میتونید بفهمید که یه جورایی مثل من عکس گرفته. این جور عکسا برای کسیه که تو فضای برنامه سازی برنامه کارهای خبریه یا سلبریتیه، تو اینجور فضاست، یا آدمی که تفنگ گرفته جنگجوه، اینا تو این فضاها نمیره. البته مهم نیست، الان بحث من این نیست. تصویر آقای احمد مسعود خیلی برام جالب بود. خیلی ها گفتن آقا تو نمیدونی ایشون در ایران درس خونده اینا، همچین بعضی از عزیزان میگن ایران که انگار دانشگاه های ایران جوان معصوم ما رو نمیگیره، یک لیبرالیسم بده بیرون. من یک تصویری رو میخوام نشون بدم که در اینترنت پیدا نمیکنید و این تصویر رو دوست دارم ببینید. البته من با کیفیت پایین دارم این تصویر رو و در اینترنت هرچی سرچ کردم نبود این تصویر، ولی جالبه. آقای احمد مسعود زمانی هم که در ایران بودن شیفته آقای زیبا کلام بوده. الان برای آقای زیبا کلام یه جورایی نوشابه باز کردیم، ولی به هر حال یه همچین فضاییه. و من دیدم که مزدور خبرنگار رادیو فردا که در رسانه سعودی نشنال و بی بی سی بارها به عنوان تحلیلگر ازش به عنوان یک عنصر نامطلوب ایرانی استفاده کردن و حرفایی رو علیه سپاه و آقای خامنه ای زدن، منظورم مراد ویسیس، رضا مراد ویسی هستش. منتها من میخوام ببینم قبل از اینکه صحبت کنم، صدا و تصویر در یوتیوب دوستان یه کامنت کوچک به من بدید که صدا و تصویرم به من بگید که چطوره میتونم برنامه رو با اعتماد به نفس بیشتری و خاطر جمعی بیشتری اجرا کنم، به خاطر اینکه بعضی وقتا آمار مسئله فنی هم باید بگیرم. خب آقای رضا مراد ویسی خیلی برای من جالب بود، یک عنصر کاملا ضد ایرانی، یه عنصری که سالها علیه سپاه پاسداران فعالیت‌های گسترده‌ای داشته به نگاه خودش و خیانت‌های گسترده‌ای پشت سر این آدمه. سالها موضوع خبرنگار رادیو فرداست دوستان، بر صدا و تصویر میگن عالیه. چرا ما از این طریق نمیتونیم تو یوتیوب از طریق بله الان اینجا اوکی شد، از این طریق من بتونم آمار بگم؟ میگن صدا عالیه، تصویرم عالیه. دیدم که یه توییتی زده، توییتش خیلی جالبه برام. میگه سکوت دیروز حاکمان ایران در برابر سقوط هرات و سکوت امروز آنها در برابر حملات طالبان به پنجشیر. اونو پنجشیر رو بگم بهتون،
پنج شیر هست، یعنی آخر ج نداره، پنج منظور یعنی پنج شیره. بعد میگه که خلاف پنج شیر، بله پنج شیر، طالبان به پنج خلاف خاص ملی ایرانیان است. اصلا خاص ملی ایرانیان شما اصلا مسئله ملی میدونید؟ بعد میگه که جمهوری اسلامی نماینده ملت ایران و احساسات آنها نیست. دل و جان ایرانیان با احمد مسعود و مقاومت پنج شیر است. مقاومت پنج شیر خیلی جالب. مقاومت پنج شیر دفاع از حوزه تمدنی و فرهنگی ما. حوزه تمدن. آخه دمتون گرم. خوب شد ما یه حوزه تمدنی در ادبیات این یک عنصر کاملا غربگرا، چون مراد ویسی از حوزه تمدنی که تا به امروز حوزه تمدنی که با بیان میکردی منو مسخره میکردن، حالا ایشون از حوزه تمدنی صحبت میکنه. آیه مراد ویسی میگن که گربه برای محض رضای خدا موش نمیگیره. آیه رضا، شما برای رضای کی داری همچین توییتی میزنی؟ شما تمدن ایران، یعنی من قبول کنم شما یک عنصری هستید همچون امید دانا، انقدر غیرت دارید که در خاک غربت عشق به وطن یه دفعه گرفته باشه و حرف وطنی بزنید. موچه این جماعت زمانی روشن میشه که در برابر مقاومت ملی هشت‌الشعبی در برابر داعش، خطر جدی داعش بود، طالبان که ما رو تهدید نکرده، داعش میگفت پامو برسین ایران، ایرانی ها رو سر میبریم، اینها برمیگشتن به هشت‌الشعبی میگفتن شبه نظامیان مسلح وابسته به ایران. حالا به آقای احمد مسعود میشه گروه های مقاومت و اینا میشه. یه جای کار میلنگه دوستان، یه جای کار داره میلنگه. حتی شما یک فرد مذهبی مثل جعفریان، حالا در مورد ایشون هم یه کوتاه یه ویدیوی داریم که ایشون خبر فرار هستن، آقای احمد مسعود رو دیشب منتشر کرد، هنوز چی نشده فرار کرد، شیر بچه پنج شیر و اینا فرار کرد. من نمیگم، دوستشون میگه آقای جعفریان. حتی یه آدم مذهبی مثل آقای جعفریان که حرف میزنه، چون باب میل این حضرات هست 24 ساعته دارن تو بی بی سی میبرن دعوتش میکنن. اما یه جای کار میلنگه، این یه جای کار میلنگه. خب ما رفتیم یه پیگیری کردیم، دیدیم که بله عکسش که در کنار آقای حالا زیبا کلامه که هیچی، بعد دیدیم که در خارج هم که اومده اینجا برنال لویه، با برنال لوی عنصر صهیونیستی فرانسوی دیدار میکنه و با یک عنصر گلوبال صهیونیستی دیگر، یک تواب تمدنی دیگر همچون مکرون داره بهش یک لوح یادگاری میده. بعد دیدیم آقای برنال لوی رفته اونجا. من یک برنامه قبلا در مورد برنال لوی ساخته بودم که سال 2017، 4 سال پیش، فقط 11,000 تا بازدید داشته متأسفانه، اون موقع هنوز مخاطبان زیادی نداشتم. در مورد برنال لوی من سالها پیش تحقیق، اصلا بحث احمد مسعود و والله من یک ماه میشناسم، برنال لوی رو من سالها پیش تحقیق کردم، برنامه ساختم، صحبت کردم، حالا در موردش امروز هم میگیم. بعد اومدم گفتم آقا برنال لوی داستانش اینجوریه، این با برنال لوی آقای جعفریان اومد آقا شما کاری کردید، خانوم و مادر احمد مسعود دارن گریه میکنن، خانواده احمد مسعود دارن گریه میکنن، یه تو جاده کربلا، یک جاده کربلا ایزا. آقا ما داریم اسناد میاریم، سند میاریم، این کنار این آقای برنال لوی چی کار میکنه؟ آقای جعفریان فکر کرده مثلا دوره اینترنت نیست، مثلا ما میخواد گاگیم، میگه من قبلا خودم افغانستان رفتم، شما اومد یه دونه لایف هم گذاشت، هرچی از دهنش هم در اومد به آقای رائفی پور من گفت. من والله با آقای رائفی پور هیچ حشر و نشری ندارم، سر داستان چین هم اختلاف نظر داشتم، سر افغانستان داره درست میگه دیگه. بعد اومد و یه سری توهین هم به من و آقای رائفی پور کرد و اینا، نه شما نمیدونید این آقای برنال لوی رفته بوده دره پنج شیر گفته بوده حالا من میخوام پسر احمدشاه هم یه ببینم و فلان و اینا. وارد بحث تاریخی نمیشم، احمدشاه چیکار میکرده چیکار نمیکرده، ببینید اصلا وارد این بحث نمیشیم، ما الان فقط میخوایم بدونیم احمد مسعود چی فکر میکنه. یه برنامه هم ساختم، بیانیه‌اش هم رو کردیم که تو بیانیه‌اش از آمریکا و انگلیس و فرانسه کمک نظامی میخواد، از ایران نمیخواد. بعد ایشون میگن حالا من چرا همه طلبکار ایران شدن، اما مراد ویسی فکر کن صحبت از حوزه تمدنی میکنه. بعد ایشون به ما حمله کرد که نه این آقای برنال لوی بلند شده رفته اونجا فقط میخواسته یه دیداری کنه، فقط جایی که قبلا احمد شاه مسعود میخواسته دیدار کنه، هیچی، این پسر احمد مسعود هیچ ارتباطی با برنال لوی نداره. ای توف بگم والله واقعا موندم، این همه توهینم به ما کردی، آخه پدر جان آقای جعفریان فدای تو بشم، من شما رو درست نمیشناسم، سر وضعیت افغانستان مثلا خیلی میدونی و اینا. عزیزم دوره اینترنته. خب من دوتا سرچ کردم، رفتم توی یوتیوب آقای برنال لوی، یه مسائلی پیدا کردم که حالا الان رو میکنیم براتون.
هرچند در توییتاش آقای برنارد لوی هر روز میگه من دارم تلفنی صحبت میکنم. حالا اونا رو میگیم شاید برنارد لوی دروغ بگه، حالا رو میکنیم. متأ قبلش که رو کنیم، نه الان رو میکنیم، بعدش اون چیزی که میخوام بگم. ما یه یوتیوب آقای برنارد، حالا برنارد لوی رو گوشه ذهنتون داشته باشید، بیشتر بازش میکنیم. رفتیم یوتیوب آقای برنارد لوی رو یه نگاهی کردیم، همه هستن دیگه، به قول آقای پول عقبی ها حال میکنن، درد و بلای اونایی هم که اینجا نشستن تو سر براندازا و دشمنان ایران بخوره، درد و بلای اون براندازایی هم که الان پای صحبتای منن تو سر اون براندازایی بخوره که پای صحبت من هنوز نشستن. این که پای صحبتم بشینی فوش بدی خیلی بهتر از اینه که اصلا نبینی و فوش بدی. دم براندازایی که میبینن فوش میدن. مهم اینه که فضای شبکه‌های اجتماعی ما رو پربار می‌کنید. عاشقتونم. دیدم آقای برنارد لوی ویدیویی رو در یوتیوب خودش قبلا گذاشته از سفرشون به همون عکسایی که در اومد آقای جعفریان فکر کردن که از عصر حجره و ایشون برگرده بگه یه عکسای یادگاری بوده، چیز مهمی نبوده، ما مثلا گوشامون درازه، سری میگیم اوکی تحت تاثیر قرار میگیریم. از همون سفر یک ویدیویی رو، ویدیو 7 دقیقه‌ای رو آقای برنارد لوی در یوتیوبشون بار گذاشته. هر 7 دقیقه رو گوش میکنیم، خوشبختانه به فارسیه چون فقط احمد مسعود توش صحبت میکنه، همه رو گوش میکنیم. من این ویدیو رو به دو سه تا دوستان دادم و این دوستان با کیفیت پایین پخش کردم، من با کیفیت بالای HD از یوتیوب آقای برنارد لوی برداشتم و با هم نگاه میکنیم که چه اتفاقی افتاده، داستان چیه و احمد مسعود وقتی که میخواد برنارد لوی رو برای مردم افغانستان معرفی کنه چی میگه. آقای جعفریان و عیزانی که خیلی در جبهه های حامی از حمایت از نظام ایران خیلی میگن چرا نمیرید از احمد مسعود شما، اولا من خیال همه رو راحت کنم، مرگ بر طالبان، مرگ بر طالبان، تعارف نداریم که، ولی چون مرگ بر طالبانه من برم در کنار یک عنصر صهیونیستی وایسم که بدتر از طالبانه؟ نه واقعا جدی، سوال جدی است، چون مرگ بر طالبانه ما بریم کنار کسانی وایسیم که کنار جریان صهیونیستی هستند؟ رایفی پور بیچاره درست گفت کاری نکنید سکوت کنید دیگه، حرف بدی نزده که، چرا بهش حمله میکنن؟ حالا گوش کنیم آقای احمد مسعود چی میگه. جوانای سلخ شور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در کنار یکی از دوستا و یکی از کسای قرار داریم که در دوران مقاومت اکثر مجاهدینه که در دوران مقاومت در کنار قهرمان ملی بودن حتما پروفسور برنارد و یاد دارن. خب برنارد لوی کنارشه، داره برنارد لوی رو معرفی میکنه، میگه پروفسور برنارد یه انسان بزرگه. حالا گوش کنید. اینا کسی هستن که در سال 1982 برای بار اول امرای قهرمان ملی دیدن و بسیاری از همکاری هایی که در بخش صحت، در بخش به ترتیب کمک های تحصیلی و بسا موارد دیگه بود، امی برادر و امی دوستا به ترتیب همکاری کردن. فرانسه یک نقش خاصی را در تاریخ ما و شما بازی کرده. قهرمان ملی کسی است که از یک مکتب استقلال که تقریبا فرانسوی بود و اساتید فرانسوی دوج درس میدادن فارغ التحصیل شده. خب پدر خودش هم میگه فارغ التحصیل فرانسه است. حالا ببین در مدح فرانسه چیا رو میگه. و فرهنگ آزادی خواهی که والا آقای احمد مسعود در مدح فرانسه داره صحبت میکنه. من چرا ما آقای مراد ویسی عزیزان، آقای مراد ویسی چی گفته بودن؟ این جمله شونو بگم براتون. میگفتش که روح ایرانیان چی میگه؟ سکوت دیروز حاکمان ایران درباره سقوط هرات و سکوت امروز آنها درباره حملات طالبان به پنجشیر خلاف خواست ملی ایرانیان است. جمهوری اسلامی نماینده ملت ایران و احساسات آنها نیست. دل و جان ایرانیان با احمد مسعود و چرا نه ایشون مدح فرانسه رو گفته، الان باید دل و جان مردم فرانسه به دنبال احمد مسعود باشه. ایشون داره مدح اونا رو میگه، تو بیانیه‌اش هم که از اونا کمک میخواد. من نمیدونم چرا ولی ما خار داره، چرا گیر دادم به ایران؟ مگه احمد مسعود ده کمک از ما خواسته؟ عجب داستانی. حالا ایشون داره بازم فرانسه میکنه، گوش کنید. مردم فرانسه داشتن یکی از چیزهایی که احمد شاه مسعود سخت متاثر و چیز تحت تاثیر قرار داده بود همین فرهنگ مردم فرانسه بود که به هیچ عنوان حاضر به این نبودن که زیر یوغ زور و زیر یوغ به ترتیب خب. یک فشار قرار میگه که بابای من فارغ التحصیل فرانسه، من نمیدونم این داره میگه،
میگه پدر من تحت تاثیر مردم فرانسه و فرهنگ فرانسه قرار گرفت. حالا باز مردمشون با دولتشون متفاوت باید باشه، چون مردمشون هم بیچاره معترض دولتشونن. ولی حالا شما ببینید بعدش در متن خود دولت چیا رو میگه. مردم فرانسه در طول دوران جهاد و مقاومتم امرای مردم مجاهد کشور ما و شما کمک های فراوانی را کردن. خب میگه حالا میگه مردم فرانسه و دولت فرانسه هم کلی به ما کمک کردن در موقعی که ما با طالبان میجنگیدیم. مثلا اگه گوش کنید، دوران جهاد و مقاومتم امرای مردم مجاهد کشور ما و شما کمک های فراوانی را کردن. چرا به در بخش صحی که خانم لورانس و بسیار دیگه از دکترها و نرس‌های فرانسوی در کنار مجاهدین ما و در کنار مردم ما با کمک به مردم و مجاهدین می‌پرداختند که بسیار از مجاهدین اونها را یاد دارن و چه بسا اساتید و افرادی که آمدن و در اینجا با کمک و درس دادن و آوردن مواد به ترتیب تحصیلی کردن و چه در زمان مقاومت در وقتی که کل دنیا مقاومت ما او را فراموش کرده بود، کل دنیا گپ و به ترتیب توطئه ام وقت پاکستان خورده بود که قصه افغانستان قصه جنگ داخلی است، امی مردم یک بار دیگه در کنار ما و شما قرار گرفتن و نشان دادن که میگه وقتی دنیا ما را فراموش کرده بود، فرانسه فراموشمون نکرده. جنگ افغانستان و مبارزه ما و تا جنگ تنها داخلی نیست به گفته پاکستان، بلکه یک مبارزه در مقابل یک تجاوز دیگر، یک فشار دیگر و یک جنجال دیگر است به نام تروریسم. و این فرصت ایجاد شد که قهرمان ملی سفر بکنن به فرانسه برن، که می تصویری که اینجا میبینیم تصویرشان در فرانسه است و در اوج جهاد و مبارزه بر حق موتوره، مقاومت بر حق موتوره و دشمن به ترتیب نابکار موتوره به دنیا نشان دادن که دشمن کیست و چطور این دشمن دشمن همه انسانیت است، دشمن همه دنیاست، پیش از اینکه به ترتیب دشمن افغانستان باشه. متاسفانه پیش از اینکه اونقدر جلسات، ملاقات و فرصتی که شخص آقای برنارد فراهم کرده بود و آمد سفر کرد، از مقاومت ما و شما یاد کرد، در مسجد بازارک در کنار قهرمان ملی شش و صحبت کرد، از اون زمان به یک ترتیب چنده نگذشته بود، هنوز دنیا توجهی شده. برنارد چجوری دفاع کرد؟ اومد اینجا تو مسجد ما سخنرانی کرد، از ما داشت حمایت میکرد، هنوز هم میگه، یعنی چشم امیدش به کمک برنارد لویه. حالا برنارد لوی رو بیشتر توضیح میدیم برای جوان‌ترا. نو جلب شده بود که متاسفانه قهرمان ملی جام شهادت نوشید و از میان ما رفت. چند سال بعد امو گروه تبهکار و امو گروه جنایتکاری که برنامه ترور و قتل و شهید کردن قهرمان ملی کشور روی دست گرفته بودن، اون امو گروه برادرای ما برنامه قتل و کشتن دیگر دوست ما آقای برنارد ریختن که خوشبختانه برنامهشان به یک ترتیب میگه بابای منو کشتن، برنامه کشتن برنارد لوین هم داشتن، به خونسا شد. میگه برادر ما، یعنی میگه برادر ما، یعنی به برنارد میگه برادر ما، عجب. و کشتن دیگر دوست ما آقای برنارد ریختن که خوشبختانه برنامهشان به یک ترتیب خونسا شد و امروز آقای پروفسور برنارد در کنار ما و شما قرار داد. امروز ببین چه افتخاری میکنه پروفسور برنارد در کنارشه. تا همین دقیقه داشته باشین، بقیهش هم 4 دقیقهشو گوش کردیم، 3 دقیقه دیگه مونده گوش میکنیم. من دیگه تحمل ندارم در مورد برنارد یه مقدار، بعد دوباره برمیگردیم به صحبت‌های احمد مسعود. در مورد برنارد من میخوام یک مقدار، اصلا این آدم کیه، اینو که آقای مورد ویسی و هیچی، اینم برنارد، اینم برنارد. به این من برنامه قبلا برای ساخته بودم چند سال پیش، الان در مورد برنارد بگم. اولا یه اسرائیلی دو آتش است، شدید 16 سالش بوده، جنگ 6 روزه اسرائیل که رخ میده، این خوشه به آب آتیش میزنه فرانسه بره اونجا اسلحه بگیره. و در هر جایی که بحث تجزیه پیش اومده، این مرده که خودشیفته اونجا حضور داشته. سر همین داستان انتخابات غیرقانونی اقلیم کردی عراق، سر کله اینو بر اون دوست حرام لقمش برنارد کوشنر، دو تا برنارد دارن، هر دو حرام لقمه، اونم اومده بود که مال پزشکان بدون مرزه. انقدر خودشیفته است، چون قدش همیشه فکر میکنه باید بلندتر از بقیه باشه، رو پاهاش، رو پنجه پاهاشه. همه عکساره که نگاه کنی، به ویژه در مورد کردستان، همه عکساش من داشتم نگاه میکنم، رو پنجه پاش وایساده بود. مثلا میخواد بگه آره من خیلی قدم بلنده، آره تو خوبی، بیا این چی کو کجا است، کنترل دست تو، حالا کنترل اینجا بوده، بیا اینا، اینم کنترل دست تو. و در حقیقت
تصاویرش رو میده با کنار مسئول بارزانی که اینم عامل موساده. بعد برنار لوی از اونایی که ببخشید درست فرانسویه ولی ببخشید صهیونیست علنیه، صهیونیست برنداره. حالا بهتون نشون میدم ساخرانیاشو بهتون نشون میدم. مثلا ایشون عامل اسرائیل برای تجزیه کشورها، در تجزیه کردستان حضور داشت، در تجزیه یوگسلاوی ایشون الان اون موقعی که بالکانیزه کردن یوگسلاوی و اصلا پیشنهاد این آقای صلح‌جو پیشنهاد بمباران یوگسلاوی رو میده. یوگسلاوی البته میگیم یوگسلاوی جوان‌ترا نمیدن، کشوری الان به نام یوگسلاوی در کره زمین وجود خارجی نداره، یوگسلاوی مرحوم. من معلم زبانم تو سوئد یه خانومی بود که من مال یوگسلاوی هم تفلک، منم برگشتم نگذاشتم نه برداشتم، گفتم یوگسلاوی که وجود نداره، بغض کرد تفلک، منم یه کار بدی کردم. یوگسلاوی مرحوم، از دل یوگسلاوی همین صلح‌جویی آقای برنار لوی، آقای احمد مسعود که میگی دوست پدرم، ایشون پروفسور حق داره گردن ما و در مدحش میشینی کلی حرف میزنی، از دل افکار کثیف این از یوگسلاوی 7 تا بچه زایر، 7 تا کشورن الان، 7 کشور شد، 7 قسمت. اینجا در سودان جنوبی رفت حمایت کرد از شورشیان سودان جنوبی و کشور سودان رو تجزیه کردن، حضور داره همه جا، حضور داره در کردستان دوباره. خیلی جالبه، در کردستان هم یه فیلمی درست کرد به نام پیشمرگه و اینجا در لیبی در کنار شورشیان مخالف آقای قذافیه، اونجا در لیبی هم پیشنهاد بمباران، یکی از کسانی که پیشنهاد بمباران داد آقای برنار لویه. اینجا دوباره در فکر میکنم بله یوگسلاوی باید باشه یا بشید در فکر میکنم این عکسش دقیق یادم نمیاد، فکر کنم در یوگسلاوی یا سربستان، یعنی بخش سربستان یوگسلاوی، چون سربستان بخشی از یوگسلاوی بوده اگر اشتباه نکنم، یادم نمیاد این عکس مال کجاست. این در لیبیه، اینه همه جا حضور، ایشون در لیبی الان در شورش لیبی حضور داشته. این اوکراینه، در شورش اوکراین میخواستن اوکراین رو تیکه پاره کنن، همه جا حضور داره. اینجا در کردستان عراق که این خانمای پیشمرگه باش عکس انداختن، همونطور که من نه این خانوما رو میفرستن تو جبهه جنگ، این خانمه با این ماتیک و اینا تو جبهه جنگ، اینا هم نمایشه این جنگ پانکورد دیگه. و این خیلی جالبه، این تو جوونیشه که در راستای حزب صهیونیست سخنرانی‌های گسترده‌ای داشته، اینجا هم در کردستانه. حالا اینجا هم بهتون نشون میدم، تصویر داشته باشه، چون دیدم برخی از این جریانات هوادار رضا پهلوی اینا حساسیت ندارن، بعد برگشتن گفتن حالا با برنار لوی عکس انداخته آقای، اصلا هوادارشه، چه شما چرا اینقدر اسرائیل ستیزید ابله، چه در دفاع از جمهوری اسلامی چه در مخالفت از جمهوری اسلامی، تو نمیتونی با اسرائیل کنار بیای، مشکل دارن با ریشت. آقای برنار لوی تا همین سال 2018 فیلمش رو من قبلا برنامه ساختم در تلویزیون فرانسه، من تا فیلمش الان دارم به فرانسوی ترجمه نشده، ولی در فرانسه نشست در مصاحبه گفتش که آقا جان نام ایران و آلمان نازی به رضا شاه گفت که بذار، اصلا ایران ایرانی وجود نداشته، آلمان نازی در سال 1935 به رضا شاه برگشت گفتش که آقا نام کشورت بذار ایران. یعنی حتی اگر طرفدار رضا شاه هم هستی تو با این، آخه این دیگه کلن به رضا شاه گفته فاشیست، گفته وابسته به نازیست، برگشته گفته که آقا جان حالا فاشیسم و نازیسم و اینا بحثه دیگه یه، در کلی نظر منفی داره همه اینا رو میگه دیگه. برام برگشته گفته که آقا جان نام ایرانی وجود نداشته، یعنی حتی این اسرائیلیا ایرانو میگن وجود نداشته، میگه اینا نازی برگشت، آلم هیتلر برگشت بهش رضا شاه گفت نام کشورت بذار ایران. اینو من نمیگم، اینو برنار لوی سال 2018 گفته، فیلمش هم موجوده منتها به زبان فرانسوی نذاشتم. خب این برنار لویه که الان همه اینا زیر پرچم کردستان اینا. من ویدیوهای دیگه ای دارم از برنار لوی که میخوام بهتون نشون بدم که بعد برمیگردیم دوباره به صحبتهای احمد مسعود که داشت تمجید میکرد. من در مورد برنار لوی صحبتاشو در مورد صهیونیست میخوام بذارم که بدونید برنار لوی کیه. هر جایی با بحث تجزیه است این آدم دو سه نفر هستن، دو سه تا چهره شناخته شده هستن اونجا. ببینید در مورد تجزیه، در مورد در حقیقت باوراش به صهیونیست، میگم تجزیه، در مورد باوراش به صهیونیست چی میگه. Thank you for these very kind words of introduction. میگه متشکرم به خاطر کلمات محبت آمیزی که برای معرفی من استفاده شد. Yes.
I was not so unpopular for my مردم همیشه از فعالیت من در بوسنی، کوزوو و لیبی استقبال کردن. استقبال کردن. حالا استقبال هم بهت نشون میدم مردم در همون سربستان و اینا که ایشون داره میگه در لیبی و بوسنی و اینا استقبال کردن، همیشه با کیک خامه‌ای ازت استقبال کردن. کیک خامه‌ای رو آوردن خوابوندن تو صورتت آقای لوی. مردم جهان از تو متنفرن آقای برنال لوی. مردم مراکش انقدر از این متنفرن رفتن ازش شکایت کردن. تو کازابلانکای مراکش بلند شده با اون خانومش هم که خانومیه مدل و اینا، حالا دیگه عکساشو نذاشتم، خیلی سکسیه. این آدم این طرفدار گردش آزاد سکس و اینجور چیزا هم هست، کلی عکس لختی با خانومش داره. در همون کازابلانکا انقدر زمین آقای پولارو تو از کجا میاری؟ از راه سلوسی میاری؟ چقدر تو انقدر زمین خریده بود دیگه دولت مراکش ترسید. دادگاه براش برگزار دارن میکنن، هنوزم درگیر دادگاه تو مراکشه. تو پدر سوخته اومدی مراکش، چرا زمینای ما رو داری همینجوری میخری؟ همون بلایی که سر مردم فلسطین آوردید اینجا چیکار میکنی؟ بعد میگه مردم از من استقبال کردن با کیک خامه ای. البته حالا my involvement in Bosnia or for my involvement in Kosovo or for my involvement in Libya, but if there is one involvement with میگه اما همیشه، میگه مردم در همه جای دنیا در لیبی و بوسنی و اینا کوزوو و اینا از من استقبال کردن، اما همیشه یک بخش از فعالیت من بوده که برخی اوقات با استقبال از سوی مردم کشورم یعنی فرانسه مواجه نشده. یک فعالیتایی میکنه ایشون در راستای اسرائیل که مردم فرانسه دوست ندارن. میگه یک سری از فعالیتام بوده مردم فرانسه خوششون نمیاد، یعنی مردم فرانسه هم از این متنفره. بهتون بگم ایشون مشاور آقای سارکوزی هم بود. رد پایم تو فساد مالی سارکوزی ایشون بر جای گذاشته. پروفسور برنال لوی، احمد مسعود میگه sometimes has made me unpopular in my country which is France. It is my commitment to میگه و آن هم تعهد من به اسرائیل است، تعهد به باورهای یهود و ارزش‌های یهودی. حالا یهودیت که ایراد نداره، ولی بحثش یعنی صهیونیسمه. میگه تعهد دارم به صهیونیسم، تعهد من به اسرائیله. حالا از این بدتر میگه وایسی تو اسرائیل the Jewish faith, the Jewish values. Dernière question, on sait. خب این یک سخنی، سخنی بعدیش در مورد دفاع از اسرائیل میگه آخرین سال از شما بسیار مرتبط با اسرائیل هست. در ارتباط با جریانات اخیر در کشورهای عربی به خصوص لیبی. Existence et à son sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes et notamment en Libye ne menacent pas la آیا این اتفاقات یعنی انقلاب بهار عربی تهدیدی برای دولت اسرائیل به شمار نمی‌رود؟ حالا جواب برنال لوی خیلی جالبه. جواب بسیار تکان دهنده است. de l'état d'Israël. که به نظر من کسایی که میگن چی شد که ماها چرخش کردیم که از نظام ایران دفاع کنیم، تو جواب آقای برنال لوی نهفته است. گوش کنید. میگه میخوام فراتر برم. الان یه جوابی میده فک من میخوره زمین. من بدون هیچ قید و شرطی در ارتباط با اسرائیل هستم. دوست بدون قید و شرط اسرائیل هستن. بدون قید و شرط اسرائیل هستم. دوست بدون قید و شرط اسرائیل هستم. میگه دوست بدون قید و شرط اسرائیل هستم. ببخشید من برنامه زیاد اجرا کردم، یه خورده ذهنم خسته شده. میگه دوست بدون قید و شرط اسرائیل هستم. Je suis un ami. تمام شد. دوست که نیستی، تو اصلا عامل اسرائیلی. Inconditionnel d'Israël et c'est assuré. کلی عکساش با شیمون پرز اینا من آماده کرده بودم. چرا عکس نیستش الان؟ کلی عکس با شیمون پرز و اینا داره، من عکس رو آماده کرده بودم، نمیدونم چرا الان اینجا نیست. با تمام مقامات امنیتی در سازمان موساد ایشون عکس داره. بزنید برنال لوی موساد، عکسا میاد بالا. به فرانسوی اسمشو ترجمه کنید، کلی عکس داره. میگه دوست بدون قید و شرط اسرائیل و از همین رو میگویم که اتفاقا این بهار عربی را میخواهم. ببین دقت کن، به عنوان دوست بدون قید و شرط اسرائیل میگه آقا من دنبال بهار عربی ام. چرا؟ Le titre que je vous dis que au contraire, c'est printemps arabe, je pense que c'est bon pour Israël. به سود اسرائیل، میگه این بهار عربی رو میخوام به سود اسرائیل تموم کنم. دقت کن. C'est à ce titre que je vous dis que au contraire, c'est printemps arabe, je pense que c'est bon pour Israël. به سود، میگه من دوست بدون قید و شرط اسرائیل هستم و میخوام این بهار عربی رو به سود اسرائیل تمام کنم. یعنی بشار اسد اگه ور میرشم به سود اسرائیل بود.
حالا بینش نداری دیگه به من مربوط نیست. من بخش مسئول پایه‌ای بی‌سوادی خیلی نیستم. مسئول نه تنها پایه بی‌سوادی، مسئول پایه‌ای بی‌شعوری خیلی هم نیستم. بعضی سوادشو دارم ولی بی‌شعورن، بی‌بصیرتن، بی‌بینشن. من مسئولش نیستم. اینا حقایق. این برنالویه. برنالوی دوست صمیمی آقای احمد مسعوده، برای آقای جعفریان ما رو ببخشید حالو فرض کرده. میاد میگه که نه این پسر با اون ارتباط نداره. بابا جان داره دیگه چیکار ارتباط دیگه چیه؟ هر روزم که برنارد جون داره توی توییتر میزنه، من تلفنی دارم با احمد مسعود حرف میزنم. حالا ببینید، حالا در مورد برنالوی یه جا دیگه با کنار جان مکین نشسته، همون جان مکینی که با خانم مریم رجوی با آقای رضا پهلوی کلی عکس داشت، یعنی اون نمیخواست عکس داشته باشه، اینا دنبال جان مکین رفته بودن باهاش عکس بگیرن. آقایین هوادار رضا دیبا کلاهشون رو بالا بزنن، چون دیگه برای مجاهدین خلق که کلاهی نمونده به اونا بگم کلاهتون رو بالا بذارید. اونا که رفتن کنار صدام هم وایستادن علیه کشور خودشون جنگیدن. ولی خاک بر سر شما هواداران رضا پهلوی که از یک همچین عنصر نامطلوب و وطن فروشی دفاع میکنید. حالا ببینید، در کنار جان مکین نشسته صحبت میکنن در مورد ایران و میگن آقا علیه ایران ما باید جریان القاعده رو به راه بندازیم، آقای سلجو. و برنارد اونجا نشسته و تلویحا تایید میکنه. این آقای در حقیقت تو یکی از این اندیشکده های آمریکایی، آقای جان مکین میگه نخست میخواییم نیروی هوایی سوریه رو از توانمندی باز داریم. این درست همون سیاستی است که ما آن را در مورد بنغازی، منظورش لیبی، معمول داشتیم. باید القاعده بتواند به گونه‌ای قدرتمند در خاورمیانه ایفای نقش کند. ببین جان مکین که مال پنتاگون، ارتش آمریکا، فلان، در جنگ ویتنام، حتی در یکی دو دوره خودش نماینده ریاست جمهوری کرد، میگه که باید القاعده رو در خاورمیانه کجاست؟ دقیقاً کنار ایران دیگه. خود ایران اینا میگن خاورمیانه، یعنی در اطراف اینا القاعده رو تقویت کنید. من یک سوال دارم، کسی که به دنبال تقویت کردن القاعده است، اینم که آقای برنالوی دیگه، این برنالوی نشسته، اونم جان مکینه. من یه سوال دارم، کسی که در کنار جان مکین میگن آقا ما بر القاعده رو علیه ایران در حقیقت تقویت کنیم، آقای احمد مسعود کنار این وایستاده ازش میگه پروفسور آزادی خواه. حالا ادامه داره، اینقدر آزادی خواه. حتی شما ببینید تو بیانیهش آقای احمد مسعود به نام خدا شروع نه، شما نامرت با چی داشت؟ بیانیه رو با چی شروع میکنی؟ اونم به عنوان افغانستانی، بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. ایشون بیانیه خودشو به نام برنارد هنری لوی شروع کرده. برید مقاله ایشون رو تو واشنگتن پست بخونید. مقاله ایشون، بیانیه ایشون با نام برنالوی، اصلا شیفته برنالوی احمد مسعود، تحت تاثیر برنالویه. ولی یه عده میان میگن نه فلان شما دارید تون میرید، ما نماید شیر بچه. حالا شیر بچه هم که فرار کرده دیشب که، حالا من نمیدونم، خود دوستاشون میگن آقا نماید شیر بچه، پنج شیر رو تنها. بابا ملی میکنید تو، شیر بچه فرانسویه، ما رو بازی ندید. این برنالویه. آقا اصول رو بشناسید، با افراد کار نداشته باشید، اصول رو بشناسید. برنالوی عنصر صهیونیسته، میگه من دوست بی قید و شرط اسرائیلم، برای جنگ 6 روزه بلند شد رفت. بیشتر سخنرانیش در کنار جریانات، میگه آقا من کل بهار عربی رو میخوام به نفع اسرائیل کنم، بلند میشه میره عملا هم انجام میده. در لیبی، در سوریه، در خود سوریه کلی حضور داشت، در کنار جبهه نصرت وایسته بود، جبهه نصرت القاعده وایسته بود. خب آقا ما الان اینجا میتونی بگی برنالوی که نگو، جان مکین گو. حالا جان مکین حرفشو زد، برنالوی عملشو کرد. برید نگاه کنید در سوریه کنار القاعده است، جبهه نصره. خب اینا اتفاقاتی که داریم میبینیم. حالا ادامه From all over the Middle East. ادامه میخوام یه ویدیویی رو نشونتون بدم. آقا بلند شده بود رفته بود فیلم پیشمرگه رو، بعد از این اتفاقات کردستان که میخواستن انتخابات غیر قانونی انجام دادن اینا، ایشون یه مستندی درست میکنه به نام پیشمرگه. بعد بلند میشه این چیزشو، پیشمرگه‌شو، فیلم پیشمرگه رو میبره سربستان، میره پایتخت سربستان، جایی که قبلا دستور، یعنی پیشنهاد بمباران هواییشو داده بود، میره اونجا و جوانان سربستان اینجوری برخورد میکنه. آقای احمد مسعود، عزیزان افغانستانی در دره پنجشیر، وقتی که آقای برنالوی اومد پیشتون باید اینجوری برخورد میکردید، نه اینکه بلنشی در متحش براش کلی نوشابه باز کنید. نگاه کنید جوانای سربستانی باهاش چگونه برخورد میکنن.
Ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine. دیدی؟ کیک خامه ای استقبال داشتی؟ کیک خامه ای پرت کردن تو صورتش. L'histoire du film, il commence au mois de début juillet. Oh, c'est ça. این مردم اروپا نه، سربستان بالاخره جزء اروپاست. دختر سر اومد این کیک رو انداخت تو صورتش. حالا یک جوان دیگه از پشتش میاد شروع میکنه. خیلی جالبه. برنالوی با اعتبار به نفس کارش ادامه میده. این دو حالت بیشتر نداره. البته یه حالتش اینه که میتونی بگی که آقا انقدر اینا تسلط داره و شجاعی داره. آره اینم میتونه باشه. ولی من اگه منظر دیگه نگاه میکنم. دقت کن کیکا وقتی که میندازن برنارد چیکار میکنه؟ خیلی سریع دیدی برنارد چیکار کرد؟ کیک خورد تو شما یه آدم عادی داری سخنرانی میکنی کیک بخور تو صورتت، چون تا حالا برات اتفاق نیفتاده شوک میشی. یه نفر بیاد کیک ها پرت کنه تو صورت شوک میشی. برنارد شوک نشد. میدونی چرا؟ تو این برخورد بارها باش شده، چون خودش میدونه چه کثافتیه، چون میدونه مردم چطور ازش تنفر دارن. شوک نمیشه، برخوردی که همیشه باش میشه و خیلی ریلکس وای میسه صحبتش رو ادامه میده. و در ادامه که داره صحبت میکنه خیلی ریلکس، اینجا شروع میشه. حالا این جوان البته یه خود معلومه که مال چپ هم هست دیگه، چون داسا چکش داره، ولی به هر حال این دستور بمباران سرزمینش داده، اومده داره چهار میده. خب تا اینجا. پس حالا الان یه خورده فکر کنم بهتر بفهمیم که آقای احمد مسعود از کی داره تمجید میکنه. برگردیم به صحبت‌های آقای احمد مسعود. ادامه صحبت‌های آقای محمد مسعود گوش کنید. فکر کنم دوستان دیگه همه براشون جا افتاد برنارد لوی کیه دیگه. در همه کشورهایی که تجزیه شدن ردپاشو شما دارید میبینید. صهیونیسم برنداره و آقای صلح آقایی است که در خیلی جاها مثل لیبی و یوگسلاوی مرحوم پیشنهاد بمباران هوایی توسط شورای امنیت رو میده. در مورد ایران برمیگرده و در مورد ایران و سوریه و متحدانش میگه باید القاعده رو تقویت کنیم. حالا یه همچین آدمی رو آقای احمد مسعود، البته نمیشناسه احمد، با آقای جعفریان میگه نمیشناسه. حالا ببینید ادامه صحبتشون. توجهش نو جلب شده بود که متاسفانه قهرمان ملی جام شهادت نوشید و از میان ما رفت. چند سال بعد امو گروه تبهکارو، امو گروه جنایتکاری که برنامه ترور و قتل و شهید کردن قهرمان ملی کشور روی دست گرفته بودن، اون امو گروه برادرای ما برنامه قتل و کشتن نگه دوست ما آقای برنارد ریختن که خوشبختانه برنامهشان به یک ترتیب خونسا شد و امروز آقای پروفسور برنارد در کنار ما و شما قرار دارد. امروز آمده اند تا یک بار دیگه زنده بکنن امو احساسات خود، زنده بکنن امو تعهد خود، زنده بکنن امو دوستی خود، و اینجا آمدین گل گذاشتن، احترام گذاشتن به قهرمان موتا که به گفته خودشان قهرمان انسانیت است. امروز آمدن صحبتای خوبی رو در بالا داشتن. یک بخشش همی بود که بخیر انشالله حتما امروز شما هم صحبت میکنن که در کنار مردمتان و در کنار مقاومتگرا در صورتی که دشمن به فکر ای باشه که با زور اسلحه و تفنگ و سلاح به زور فاشیسم و استبداد بخواهی که بالای مردم موت و استاد شوه، آمدین بگن که مردم فرانسه و کشور فرانسه مثل جهاد، مثل مقاومت در کران موت است. مردم فرانسه بخونید یعنی مردم اسرائیل، بخونید جریان صهیونیسم. طرف صهیونیست برنداره. خاک فرانسه. تازه البته میگم بیشتر سال زندگیشو اصلا توی فرانسه زندگی نکرده، چون فرانسه خیلی آب و هوای خوبی داره. آقای برنارد لوی هم همچون من تصمیم گرفته در یک موقعیت جغرافیایی در آفریقای شمالی زندگی کنه. ایشون عموما توی کازابلانکای مراکش زندگی میکنه. مثلا کازابلانکا به من گفتم خیلی نزدیکه. من تو جزیره قناری ام با کشتی مثلا 2-3 ساعته میرسم کازابلانکا. از نظر موقعیت جغرافیایی من با آقای برنارد لوی تقریبا همسایه‌ام.
ایشو تو فرانسه هم زندگی نمیکنه، بقیه عمرش هم که توی تلاویو بوده. فرانسه میره یه سکسک میکنه اونجا، یه سری کاراشو میکنه، همش هم تو سفره دیگه. این آدم همش تو سفره، عنصر بسیار میگم خطرناکیه. و حالا این داره میگه اون اومده به ما کمک کنه. دقت کن چقدر این آدم آخه یه همچین آدمی رو ما برای چی برای الان ازش هم آخه برای واقعا پول مقاطم بگی نیروی انسانی هم ندیم. ما اگرم بخوایم در افغانستان دخالت بکنیم، از جریانی باید دخالت کنیم که نزدیک به هشتال شبی باشه، نزدیک به حزب الله باشه، نزدیک به حوثی‌های یمن باشن. ارزش حمایت بابا، ایران خیلی ارزش داره، حمایت ایران باید خیلی ارزش داره. ما نمیتونیم از هر بی سر و پایی حمایت کنیم. چجوری بهتون بگم؟ از هر کسی که در دامان برنالویاس ما حمایت کنیم. ما اگه بخوایم اونجا حمایت کنیم، آره یه نفر در بیار همچون حسن نصرالله، حسن نصرالله افغانستان، یه قهرمانی دو سه نفر بچه‌ها معرفی کردن، اینا اگه بیان بلند بشن بخوان در برابر طالبان وایسن، اون موقع میتونیم بحث جدی کنیم آقا ما از این حمایت کنیم یا نه. حمایت ایران ارزش داره. ما نمیتونیم حمایت ارزشمند ایران پای هر کسی بریزیم، نه پای یه همچین عنصر غرب‌گرایی. استاد میشه انشالله. داره تکبیر، داره تکبیر، داره تکبیر. حالا برنامه دستشو میبینی درست کرده، به یه نفر داره هی اشاره میکنه فیلم بگیر، عکس بگیر ازم. خیلی عشق فیلم و عکسه، عشق خیلی هم عکسه، اصلا یکی از علاقه مندیاش همچون رضا دیبا و رضا کیانیان عکاسیه. رضا کیانیان عکس میگیره، دستش میلرزه، دامن یه خانومی که دامنش کوتاست میگه او میرود دامن کشان. عجب برادرای عزیز، ما هم یه عکس اینجا مثلا بندازیم، اینجا دستمون میلرزه، کیبورد و اینا در انتظار اجرای برنامه رو دست. بعد بفروشیم چند میلیون. آقا چند میلیون می‌خری؟ قبل از برنامه هم یه عکس گرفتم، دستم لرزیده از این صفحه برنامه، این میز برنامه، بعد لرزونه میزنم، بعد بهتون میگم که در انتظار برنامه رو دست. چند میلیون می‌فروشیم؟ پارسال ما و شما یک تعهد بسته کردیم، یکی از اهدایی که دقت کن به حرکات برنالوی از الان به بعد دقت کن، همش دنبال اینه که خودشیفته عکس بگیره. برای شما اون داره حرف میزنه، معمن مسئول، این همش دنبال اینه که عکس ازش بگیرن. شما کرده بودم امی بود که مردم مجاهد خدا از این انزوایی که قرار گرفتیم، متاسفانه از این شرایطی که قرار گرفتیم که بسیار از روابط سیاسی دوران جهاد و مقاومت موتو بعد از شهادت قهرمان ملی قطع شده بود، پس امو را براتان وصل میکنم. گفتم نگفتم جوانا؟ امروز امو وعده را به خیر میجه براتان یک بخش شد. اینجا رو پنجه پاش وایستاده برنالویا، خدا بخواه که 99% رو پنجه پاش وایستاده. اینجا آوردیم که اینی امو ارتباط ها، امو چینل ها، امو برنامه ها و امو کارا را انشالله دوباره مرتبط میسازم و دوباره وصل میسازم. پس دوباره چه روابط خوب و حسنه که قهرمان ملی با دنیای بیرون بر مبنای ارتباط انسانی، بر مبنای روابط حسنه انسانی و بر مبنای مبارزه در مقابل دشمنهایی که انسانها را میخواین به بند بکشن، اونمو روابط را دوباره وصل میسازیم. انشالله در ابعادی که خود ما و شما کارهای ماست، انشالله وارم قدم به قدم پیش میبریم. من به نمایندگی از تک تک شماها از آقای برنارد تشکری میکنم و خوش آمد میگم. این برنارد تشکر کرد و خوش آمد گفت. خب اینا رو به سرزمین پنشیر، به سرزمین مرخیز و شهید پرور پنشیر، سرزمینی که و کشوری که در اینجا و در ایش ولایت و در این کشوری به نام افغانستان تروریسم و کمونیسم پای شکست خورده و در اینمیجا شکست خورده و کمرش شکسته. یک بار دیگه این مردم مقاومتگر و مردم مبارز استاد هستند تا امو قسمی که دنیا را، نه منطقه را و کشور خود را، دنیا را از شر کمونیسم نجات دادن، از شر تروریسم نجات دادن، یک بار دیگه استاد هستند که به خاطر خدا، به خاطر عزت و به خاطر عدالت و آزادی کمر خود بسته کنن و اگر خطر مردمشان، وطنشان و دنیا رو برای تهدید بکنن، این مردم آماده مبارزه بر حق خود هستند و از مبارزه بر حق خود در مقابل دشمنهای خونخوار هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت خسته نیستند. خسته هستی برادر؟ نه. به این نسبت انشاءالله با توکل پروردگار خدا بخواهد شروع قصه دراز
شروع احیای دوباره اقتدار، شروع احیای دوباره عزت مردم مجاهد و مسلمان افغانستان و ادامه راه قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود است. و السلام علیکم و رحمت الله. خب این حکایت آقای احمد مسعود در کنار برنلی. نه این کلام اگر وای نمیسته دیگه حالا چه اصراریه بذاره هی ور میداره میذاره کاری ندارم. این حکایت ایناست. حالا بعد یه دو اومدن بی حیایی میکنن، توهین میکنن، آقا احمد مسعود رو باید حمایت کرد. آخه من مغز خر خوردم. خدا رو سپاس سران نظام ایران هم مغز خر نخوردن، خیلی خوب میدونن دمش کم مثلا جمهوری اسلامی چه موضوعی درستی گرفت. وقتی ما از کسی حمایت باید بکنیم ارزش حمایت داشته باشه. وقتی که ما برای بشار اسد سرباز فرستادیم، نیرو فرستادیم، شهید دادیم، حتما ارزش داشته. وقتی که امروز بنزین میبریم برای ساتراپ لبنان، برای به درخواست یک بزرگ مردی همچون حسن نصرالله، همچون حتما ارزش داره. کمک میکنیم به بچهای حوثی یمن، بابا این ارزش داره. آخه من چطور با چه منطقی ما بر از احمد مسعود دفاع کنیم؟ گفتم مرگ بر طالبان. یک گروه اگه در افغانستان شکل بگیره و ما دو تا چهار تا کنیم و این گروه در حد اندازه حداقل نظر اطمینانی ایدئولوژیکی در حد ابو مهدی مهندس باشه، در حد حسن نصرالله باشه، در حد بشار اسد باشه، در حد در حقیقت نیروهای حوثی یمن باشن یا نه اصلا بحث ایدئولوژی، حتی اگر در دوستیشون در حد آقای مادرو در ونزوئلا باشه، اون موقع بله دیدی که تا کجا ما بردیم براش بنزین بردیم اون بره اقیانوس اطلس. ولی آخه ببینید یک مقدار باید فکر کرد، همینجوری دهن رو وا کردن حرف زدن. اینی هم جالبه بعضی هم میان کامنت میان آقای دانا اشتباه میبا صبح تا شب ما کارمون بررسی کردن این موارد، نمیگیم اشتباه نمیکنیم، خدا که نیستی. امن مسئول هم که من بیشتر از یک ماه که نمیشستم، ولی وقتی بخوایم از کسی حمایت کنیم یا بخوایم به کسی حمله کنیم، بابا چهار تا مطلب برو بخون یاد بگیر. ماهیگیری یا یادت دادم صفحه برنارد لوی بزن فارسی، برنارد لوی میاد همون گوگل صفحه اول اسمش انگلیسیه، انگلیسیشو وردا سرچ کن برو تو کانالای خودش، از کانالهای خودش ببین چیا گذاشته. تو خیلی وقتا در مورد شخصیت‌ها وقتی مقاله می‌نویسه هر کی از نگاه خودش می‌نویسه، یک شخصیت از کانال خودش بشناس. این قدرت تجزیه تحلیلش رو رفتم این ویدیو رو از کانال خودش از یوتیوب خودش در آوردم، خودش منتشر کرده، خودش زیر نویس کرده، این آقای احمد مسعود. بعد الان حرفای احمد مسعود داره فارسی، خوشبختانه داره فارسی صحبت میکنه، میفهمم دیگه، فهمیدی چی گفت دیگه، داره تبلیغ میکنه برای برنامه. میگه پروفسور برنارد لوی از آزادی خواهان مردم فرانسه، از آزادی خواهانه. خب اوکی برو از اونها کمک. خب چرا این انتظار از ایرانه؟ آخه ما با پنج دره پنج شیر میری کجاست؟ آخه تو یه جوری اصلا الان به ما آخه علازه مرزی نگاه کن، مرز ما چقدر فاصله داره با پنج شیر؟ آخه مگه میشه؟ چرا آخه برای من چرا اینقدر شما خشونت طلب شدی؟ چرا اینقدر شما ها بابا این تلیه تنشه، ده بارم بهتون گفتم تلیه تنشه. چرا خشونت؟ چرا مذاکره؟ آقا مذاکره مگه بده؟ بله مذاکره کنیم، اشکال داره. آقا کسی هم که بخوایم حمایت نظامی کنیم طرف باید ارزش. آخه من برای چی الان مثلا میگم پول ایران، آقا بگیم نیرو هم نفرستیم فقط پول بفرستیم، حیف پول ایران که خرج این پسر بشه. وای به روزی که بخوایم نیروی انسانی بفرستیم، حیف نیروی انسانی ایران که شهید بشه به خاطر یه همچین تفکری که اینو پسر داره. این از دست رفته است. من حالا پدرشو بحث دارم نمیخوام بیان کنم، حالا داستان ها زیاده، ولی این پسر حداقل این پسر از دست رفته است. در دامن بر میگم بیانیه خودشو به نام خدا شروع نکرده، به نام برنارد هنری لوی شروع کرده. بعد وقتی تو تفکرت باشه فرانسوی، آزادی خواهی و مقاومت تو اینا مثل اونا میشه دیگه، حقی به توقی بخوره فرار میکنی. همین آقای جعفریان که حمله کرد به رایفی پور، حمله کرد به من، لایو گذاشته، این لایو ایشونه، گوش کنیم چی میگه. دقیقا اجازه بدید ببینید چی میگه. این لایوشونه و میگه که آقای احمد مسعود دقت کنید شیر بچه پنجه شیر دیشب چیکار کرده. این مال دیشبه. الان هم احمد مسعود مراعات کرد و فعلا به یک جای امن منتقل شد، ایشان که هدف قرار نگیره. چی شد؟ دقت کن دوباره. الان هم احمد مسعود مراعات کرد و فعلا به یک جای امن منتقل شد. خب شیر بچه دره پنجه شیر
موقعی که طالبان داره حمله میکنه تو این شرایط هر کسی باشه چیکار میکنه، هر واقعا رهبر واقعی چیکار میکنه؟ میاد در کنار نیروهای خودش یه فیلمی عکسی میده که نیروها تو دلشون خالی نشه، بگه آقا من هستم. اینی میگه اصلا مردم رو تحریک نکردی که بفرستی جلوی این طالبان وحشی و کشته بشن؟ خب اگه تحریک کردی پاش وایسا، کجایی؟ خودش فرار کرد. ایشا خبر اومد تاجیکستان رفته فلان. ایشون دیگه دود کسیه که باهاش میگه در تماس تلفنیه، کسیه که توی این مدت هم همین آقای جعفریان که ادعاش میشه آقای جعفریان برو ببین کجای کارت ایراد دل بی بی سی خیلی خوشش اومده است، اما چرا خوشش نمیاد؟ حالا تو بذار رو حساب حسادت که بی بی سی ما رو دعوت نمیکنه. خاک بر سر من، ننگ بر من باشه که کسی من حسادت کنم به کسی که چرا اون بی بی سی میره من نمیرم. گور بابای بی بی سی تو، به ایران هم قسم بی بی سی منو دعوت کنه نمیگم نمیرم، یک الا دو بار، بار سه نخواهد شد، یکی دو بارم میرم فقط ببخشید. بلکه دیگه استدلال و اینا رو روشون باز کنم که قشنگ رنگ سال قهوه‌ای رو بهشون بزنم. مگه رفتن به بی بی سی افتخاره که مثلا من ناراحت باشم و حسادت کنم؟ برو ببین چیکار کردی که دولت فخیمه خوشش اومده از تو. ببین تحلیلات چیه که تحلیلای شما امروز در کنار تحلیلای رسانه من و توه. چرا مواضع شما آقای جعفریان نزدیک شده با خبرنگارای باز خبرنگار نداره، اینا مزدور خبرنگار هم نیستن حتی، خیلی داغون‌تر از اینا. ببین چرا مواضع تو در کنار این موضوع خبرنگارای سعودی نشنال و بی بی سی و من و تو اینا هم یکی شده که از تو دارن استفاده میکنن. برو ببین از دل تحلیلای تو چقدر علیه نظام ایران دارن استفاده میکنن، از دل تحلیلهای تو. بعد شما اگه حرفت حساب بود که قربونت برم حتما نظام گوش میکرد. برو نگاه کن چرا در نهایت حرفایی که ما زدیم در مورد افغانستان، من زدم، اونای رایفی پور زد، بالاخره حرفای ما در کلیتش نظام همون کارو کرد، همون کارو داره میکنه. ولی حرفایی که شما میذارید داری منزوی میشی، عشق دیگه وقتی منزوی میشی از نظام کیا میاد سمتت؟ بی بی سی میاد. خودت هم کلی به ما توهین کردی، گفتی نه این یه عکسه. خب این عکسه آقای جعفریان، جواب به ما بده، این ویدیو یه عکسه که این داره تعریف تمجید میکنه از برنارد لوی؟ یه عکسه؟ یه عنصر صهیونیست دو آتیشه که آقای احمد مسعود شما شیفتشه، شیفته ایدئولوژیکشه. الان هم که خودت داری اعتراف میکنی تقریبا تو که خورده بچه فرار کرده. عجب داستانی داریم، تصویر بزنیم کنار. تقریبا تو که هم خورده که فرار هم که کرده، من نمیگیم، خودت دو شما دوست شفیقشون دارید میگید. هر رهبر واقعی تو این شرایط چیکار میکنه؟ بلند میشه در خاکریز که نیروهاش وایستانن یک حرکت، یک رژه‌ای خودش میره، یه خودی نشون میده، دو تا فیلم میگیره، یه ویدیو در میاد ازش که ما وایستادیم اینجا داریم مبارزه میکنیم، فرارم نکردیم. ولی چیکار کرد تو شب اول حمله؟ کسی که بره تو پناهگاه شب اول حمله، کسی که فرار کنه، شوخی میکنید؟ از چه نظر شما فکر میکنید ما باید از این آدم حمایت کنیم؟ حمایت رسانه‌ای، حمایت نظامی، حمایت مالی و لوجستیکی دیگه، حمایت سیاسی دیگه. شما در احمد مسعود میگم مرگ بر طالبان یک کسی رو نشون بدید که ارزش حمایت داشته باشه. شما در احمد مسعود چه چیزی رو دیدید که خیال کردید ایران قوی، ایران بزرگ، تمدن ایرانی باید بیاد اعتبار خودش رو بذاره بر این آدم در چارچوب نظامی، سیاسی، لوجستیکی، حتی رسانه‌ای حمایت کنه؟ این سوال جدیست. در این بچه چی دیدی؟ آخه یه چیزی بگی ما دلمون خوش باشه. ما هرچی ازش بیانیه میخونیم تو واشنگتن پست، کعبه آمال و مدینه فاضلش که در پاریس و در واشنگتن و در لندن خلاصه میشه، هرچی سخنرانیاشو گوش میکنیم که بازم در فرانسه و برنارد لوی خلاصه میشه، هرچی برام نگاه میکنیم شجاعتش چقدره، شب اول حمله به قول شما که فرار کرده. نه قربونتون برم، این مسائل یه خورده با دقت بیشتر باید نگاه کرد، احساساتی نباید شد و مسائل عمیق‌تر باید نگاه کرد. حمایت و عدم حمایت باید پشتش استدلال باشه، پشتش احساسات که نمیتونه باشه که آی احساسات. حالا شما رفاقتی داشتی با پدر ایشون، حالا آی جعفری دوستی داری باشون، که ببخشید احساساتش بین شما و پدر ایشونه، ببخشید کشور اصلا یک تحلیلگر حق نداره احساسات خودش رو دخیل کنه. کسی که حتی میگم مبنای تحلیل شما چیه؟ مبنای تحلیل شما منافع شخصی تو دوستیت با پدر آقای
احمد مسعوده یا نه مبنای شما منافع ملی ایران و صلاح مردم منطقه است. آقا چه صلاحی میگه ما از این حمایت کنیم؟ حمایت از احمد مسعود هم جنگ و شعله ور میکنه، حریف طالبان هم که نمیشن هیچی، طالبان رو تو یک جنگ افغانستان رو تو یک جنگ داخلی میبره. برای چی ما بعد افغانستان رو جنگ داخلی باشه به نفع منافع؟ آقا من سوال دارم، افغانستان الان یک پارچه باشه، یک جریانی اونجا حاکم باشه بهتره یا چند پاره باشه و همه به جون هم بیفتن؟ این سوال جدیست. منم این حرفا، این سوسول بازیه که آی مردم افغانستان زیر سلطه وحشیگری طالبان اینا. بابا خودشون یه جوری دیدید دیگه، کابل زنه بالا. آقا دیگه ما که نبودیم کابل زندگی کردیم؟ اگه ویدیویی که اون خانم صحرا کریمی هم داره میگیره نشون میده دیگه کابلش که میگن دیگه قرتی تر از همه بخشای افغانستانه، هیچکی نگران نبود طالبان داره میاد به جز یه عده قلیلی. تو اون فیلمی که اصلا همه داشتن این خانم هم مثلا طالبان داره میاد چه اشکالی داره؟ یه عده قلیلی شاید مثلا دیگه. ببینید پافشاری رو اشتباهات نکنید، این حقیقته، این حقیقت جامعه. اینقدر حقیقت جامعه افغانستان بسته است، وقتی که عربستان میخواد بیاد رسانه درست کنه میاد یک بخش دوم، یعنی شعبه دوم ایران اینترنشنال براشون را میندازه. شعبه دوم میشه افغانستان اینترنشنال. در افغانستان اینترنشنال مجریاش همه روسری دارن، برای که عربستان سعودی میخواد راه پیدا کنه تو خونه مردم افغانستان، نمیخواد که مردم افغانستان همون اول گارد بگیرن. شما دقت کن، اگر تو مردم ایران تو خونه ها چجوری، همه زنامون بی حجابن، مردم ایران با حجاب مشکل اساسی دارن دیگه. حالا بجز یه عده ای که بالاخره هوادار نظامن، خودمونیم، نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم که. برای همین وقتی که من و تو درست میکنه، اسرائیل یا خود عربستان میاد ایران اینترنشنال درست میکنه، میگه من اگه مجری زن ایران اینترنشنالم روسری داشته باشه، مردم ایران گارد میگیرن، نگاه نمیکنن، رک دیگه. غیر از اینه من دارم منطقی صحبت میکنم، من وارد جناح بندی و توهمات اینجور چیزا نمیشم. خونه ی مردم همه بدون روسری هم. نه بیشتر ایرانی، حداقل مخالفینه اینه. و چیکار میکنه سعودی نشنال، یعنی ایران اینترنشنالی که درست میکنه، مجری زن بدون روسری هم که راه پیدا کنه تو خونه مردم. ولی افغانستان اینترنشنال برعکسه، خود مردم دنبال اون اسلام و اون بحثای بسته و محدودیت و حجابه. در همین زنه مجری افغانستان اینترنشنال در لندن هم چیکار میکنه؟ روسری میساره. دو تا چهار تا کن، چون هدف اینه که آقا وارد خونه مردم بشه دیگه. اینجا میدونه اگر مجری زن افغانستان اینترنشنال روسری نداشته باشه، مردم افغانستان نگاه نمیکنه. خب این چی رو به تو میخواد برسونه؟ مردم افغانستان شدیداً مذهبی هن و افغانستان اینترنشنال اینو مثلا میدونه، ذائقه مذهبی و باورهای مردم افغانستان رو میدونه. خب این چی رو به تو میخواد برسونه؟ از اون تصویری که به ما نشون میدادن، زنه اومده توی استادیوم بدون روسری با آستین کوتاه داره خوانندگی میکنه، بعد زنن تو سر ملت ایران، آقای زیبا کلام شروع کرد آی دیدید مردم افغانستان از ما جلوترن، اون چیه؟ اون یه بخش مصنوعیه، یه بخش اقلیت و محدوده. اکثریت جامعه اونجا مذهبیان، برای همین در برابر طالبان هم مقاومت نکردن، هرچند بخش گسترده‌ای از بحث افغانستان هم بحث قومیتیه. شما دیدید اون بخش 40% هم که تو این سالها ضد طالبان بودن و زیر نظر آمریکا بودن، دیدید دیگه، دزدی کردن، فساد کردن. همین امرالله صالح که بلند شده رفته در پنجشیر، نفر دومه مشاوران اشرف غنی بود، همین خودش به یک تنه کفایت میکنه که پنجشیر سقوط کنه، به خاطر که این آدم اینقدر فاسده. به قول معروف طالبان یه حرفی زد، دیدم چقدر جالب بود، تو اینایی که تو پنجشیر جمع شدن بخشیشون اتفاقا دزدا و اختلاسگرای دولت اشرف غنی هن. یه بخشی دزدا و قاتلا و چه میدونم کسانی که نمیگم همشون رو خدایی نکرده، نه یه ادم عقیدتی رفتن پشت احمد بسود، ولی یه عده اینایی که الان جمع شدن تو پنج شیر، بابا اینا کسانی هن که حکومت دستشون بود کلی فساد اقتصادی کردن. مردم افغانستان اینقدر ناراضی کرده بودن تو همون بخشایی که تسلط داشتن به افغانستان، فقط 19% تو انتخابات شرکت کردن. این جالب بود، همون 19% هم که شرکت کرده بودن و دولت اشرف غنی، اون آقای مرتیکه شاه حسین مرتضوی مشاور اول اشرف غنی، ایرانو مسخره میکرد در مورد انتخابات 1400 که آی شماها چی دارید، شورای نگهبان دارید، فلان دارید،
مردمتون فقط 50% شرکت کردن. بابا برای شما که 19% شرکت کردن، 19% واجدین شرایط شرکت کردن، شما چی میگید؟ حالا همه دوزده و اختلاسگرا جمع شدن تو پنجشیر؟ این بچه احمد مسعود هم نمیدونم اینا ایسکاشو گرفتن چیه داستان؟ چجوری میخوایی مقاومت کنی در برابر طالبان با اون قدرتی که الان دارن؟ آمریکاش نتونسته. مطمئن باش اگه راداش ایران خودش حضور پیدا میکرد ایران دو تا چهار تا کرده، هزینه سنگینه. این هم بنده خدا رو ایسکاشو گرفتن جمع شدن دور این آقای شیر بچه پنجشیر که تو شب اول گویا فرار کرده. خواهید دید. ببینید آخه ببینید یک فضایی درست کردن و اینایی هم که الان مدعی ایرانه، ایشون داره همش فرانسه فرانسه میکنه. یقه فرانسه رو بگیرید. مراد ویسی موضوع خبرنگار رادیو فردا برای ما نگران حوزه تمدنی ایران بزرگ شده. مسخره است. تا الان ما میگفتیم حوزه تمدنی ایران بزرگ، اینا ما رو مسخره میکنن. حالا شما همین ایرانی که دارید و نگه دارید، حوزه تمدنی ایران بزرگتو پیشکش. پدر سوختا. حالا الان میخوان ایران ستیزی کنن؟ آقا برید. تا الان میگفتن چرا رفتید توی سوریه جنگیدید؟ الان میگن چرا نمیرید تو افغانستان بجنگید؟ به هر حال ما اگر چیزی ارزشش رو داشته باشه نیاز نیستش که منم جبهه حق و باطل رو قربونتون برم. خیلی راحت میتونی تشخیص بدید دیگه. نگاه کنید پشت احمد مسعود کیان دیگه. ببین وقتی بی بی سی چی میگه، آقای خامنه ای هم نگاه کن وقتی سکوت میکنه. آقای خامنه ای که نباید با نشه بیاد این جزئیات رو بگه. این جزئیات وظایف مثل منه که بیان بیان کنن، ماها باید بیان کنیم. پشت ما هم استدلاله. حالا آقای جعفریان هر چقدر بشینه آقا بعد مامان این گریه کرد، همسرش ناراحته، اینا که باشه، اینا که شما دارید نوار خالی ضبط میکنی آقای جعفریان، اینا نوار خالیه. استدلال بیار، استدلال بیار. چرا ما نباید چرا ما باید بریم پشت احمد مسعود؟ من دارم استدلال میارم که چرا نباید بریم. استدلال بیار برادر من. مخاطبانه نباید منحرف کرد. هیچ منطقی به ما اینو نمیگه که ما علاوه بریم پشت یه عنصری چون آقای احمد مسعود که بیشترم بچه است. واقعا حرفایی که میزنه ناپخته است. حرفاش دارم گوش میکنم دیگه. شوخیه. طفلکم ایسکاشو گرفتن تو پنجشیر تو وایس ما مقاومت میکنیم. خواهید دید. یعنی واقعا اصلا چیز عجیب و شوخیه. هیچ کس هم ازش همین غربیایی که بابا کل افغانستان ول کردن از تو حمایت کنن. برو واقعا گذاشتن اونجا استخون لای زخم. همیشه همین کارو کردن. همین انگلیس، آمریکا، برو تو آفریقا مرزا رو که چیز خواستن بکشن، ببین چه مسخره بازی در آوردن. وسط خود آفریقا یه دایره کشیدن، پرگار گذاشته یه دایره کشیده، یه کشوری از توش در آورده. حالا اینا رو بعد برنامه کنم. داشتم خندم میادم هر روز توی جغرافیا، چون خیلی علاقه دارم به بحث ژئوپلیتیک، میشینم جغرافیا رو نگاه، هر روز یه چیزی من توی این جغرافیا یاد میگیرم، هر روز. بعد نگاه کردم خانم، گفتم نازنین چجوریه این آفریقای جنوبیه، وسطش یه دایره است، یه کشور دیگه است، این دیگه کشور دایره ایمانن وسط آفریقای جنوبی، یه کشور، یه پرگار انگار در آورده انگلیس، فقط خواسته یه استخون لای زخمی اونجا بذاره دیگه. حالا الان پنجشیر هم شما نگاه کنید چقدر مسخره است. یه تیک خط کشیدن فقط یه استخون لای زخم، نمیخوان افغانستان یک پارچه بشه. مرگ بر طالبان، هزار بار دیگه میگم. ولی آقا جریانات دیگه طالبان چی؟ جریانات دیگه افغانستان هم دیدیم دیگه. ببین جریانات دیگه چی؟ بالاخره این حداقل طالبان میتونه کشور یک پارچه کنه، تعهد هم داده. بالاخره برای فضای مردم اونجا همینه. طالبان نره باشه یه حکومت مثلا مال سوئیس بره، مال سوئد بره، به خود خود مردم سرشونو میبرن. چهار تا دیسکو شبونه بذار تو افغانستان، بگو آقا دولت بگه دیسکو شبونه داریم، بیایید مثلا تو کلوپای شبونه تا صبح عشق و حال کنید و سکس هم آزاد و همه اینا. خود مردم افغانستان شب میرن همه رو میکشن. فضای جامعه رو باید بشناسید، خلق و خوی اون جامعه رو باید بشناسید، خلق و خوی اون جامعه. اگر تمایل به طالبان نداشت، طالبان 20 سال دووم نمیام. اینا منطقه. من زندگی نکردم در افغانستان، ولی یک سری چیزا رو خیلی بهتر از افرادی مثل آقای جعفریان میدونم که سالها تو افغانستان زندگی کردن. مثل همین اپوزیسیون برانداز دیگه، 43 ساله دارن تو اروپا و آمریکا و کانادا زندگی میکنن، 20 ساله به دنیا میان، گاو از دنیا میرن. خدا شاهد هیچی از سیستم اروپا نمیدونن، هیچی. وقتی علی من حرف میزنن یه چیزایی میگم، میگه خدایا اینا چجوری 40 سال زندگی کردن تو اروپا، اصلا از سیستم هیچی نمیدونن. برای همین هنوز هم عقب افتادن. درسته تو افغانستان زندگی نکردم، ولی ببخشید مسائل جدی دنبال میکنم، بررسی میکنم، عقل و شعور دارم.
مطمئنن مسئله افغانستان با اینکه من توی زندگی نکردم حداقل بهتر از این آقای جعفریان در این مورد میدونم. نه به جو آره بله ایشون زندگی کرده اونجا جزئیاتو خیلی میدونه، ولی حداقل در مورد احمد مسعود میگم آقای جعفریان داری حرف واقعا اشتباهی میزنی برادر من، استرالم رو اشتباهت داری میای توهینم میکنی، شدی عامل در حقیقت بازیچه بی بی سی میبرنت اونجا، شدی عامل حرفایی که داری میزنی، نگاه کن دیگه اینا حقایقه. طرف بابا شیفته آقای برنالویه، بعد تو میخوای اینو مثلا به ما بگی که بعد ازش حمایت کنی؟ خدا رو شکر که نظام در بخش دران نظام خیلی پخته عمل میکنن. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید. امیدوارم برنامه‌ای بوده باشه که براتون مفید بوده باشه مطالبی که عرض کردم. در مورد برنالوی میشه ساعت‌ها صحبت کرد، خوشبختانه اطلاعاتش هم دارم. اونتا کفایت میکنه. در مورد برنالوی دو سه نفر برید سرچ کنید. برنالوی واقعا یکی از عناصر خطرناکیه. اصلا کسی بغل این وایس عکس انداخت تموم شد دیگه. آخه برنالوی اصلا بغل هر کسی وای نمیسه. اینجوری نیستش که مثلا برنالوی وایساده باشه تو برسم هر کی دلش بخواد بره باشه عکس بگیره. اصلا برنالوی قبولت نمیکنه. طرف توی لول بالا داره خیانت میکنه. اون افرادو میشناسه، کنار هر کسی وای نمیسه. وقتی که سرمایه گذاری کرده رو احمد مسعود حتما فهمیده این بچه چند جاش میلنگه که برنالوی اومده روش سرمایه گذاری کرده. شک نکن تو این قضیه. شک نکن تو این قضیه و شک نکن برنالوی تا الان بارها به این آدم پول داده. اصلا یکی از دلایل سفرهای برنالوی جابجا کردن پول غیر قانونیه. برنارد کوشنر در قالب پزشکان بدون مرد پول جابجا میکنه. برنالوی که اصلا دیگه بزنم به تخت خودش چمدون پولو میذاره، هیچکی جرئت نداره توی باند فرودگاه اینا بگردتش. گیت هواپیما رد میشه. هر جا میره چمدون پول اسرائیلو به صورت دلار میده دست کسانی که میخواد روشون سرمایه گذاری کنه. آقای احمد مسعود چی کار کردی برنالوی انقدر دوستت داره؟ این سوال جدیه. حرفاتو که شنیدیم به جز این دیگه که چشمه ای نشون دادی برنالوی اینجوری شیفته توه. قربونتون برم، شب روزگار خوش، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم این برنامه مفید بوده باشه. آینده ایران و بدرود.